توطئه بزرگ، مافیای فوتبال، این داستان مهدی خان زندانی می شود. بلغاز قسمت ششم. سلام علیکم. سلام علیکم آقا، صبح شما بخیر. ای خدا. سلام علیکم آقا رمضانی. سلام علیکم آقا، صبح شما بخیر. آقا امروز برنامه چیه؟ سلام آقای مهدی خان، به بچه‌ها گفته بودین کامنت بذاریم از بین بازیکنایی که گفتن چند تا بازیکن انتخاب بکنین واسه خرید بازیکن تو نیم فصل. اوه، برو تو کارش بابا. ای بابا، سید اسدالله یعنی شکست خورده بود. بدبختی‌ها شروع شد. پس مهدی خان رفتش توی قسمت قبلیه ولقاز و همه کامنت‌ها رو چک کرد و هر بازیکنی که بودجه‌شو داشت یادداشت کرد. آدوین منشا باشد. دیگه چه چیزایی بچه‌ها گفتن جواد؟ جهانبخش هم حالا باز یک کارش میتونم بکنم، اینا می نویسم. حالا جهانبخش علی پور رو 1000 رو بهش درخواست دادیم نیومد. علی پور هم می نویسم. به اضافه نقاط ضعفی که استعدادیا به مهدی خان گفته بود باید تصمیم میگرفت. خیلی خب، آقای استعدادیا به ما گفتن که کلا سمت راستمون ضعیفه و احتمال اینکه وری غفوری هم بره به شدت زیاده. ایشون این وسط هم نداریم، اما چون فورواردمون ضعیفه و هجومیمون ضعیفه و نمیتونیم گل بزنیم، اولویت فوروارد راسته. وا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بازیکن محمد مهبی که بچه‌ها گفته بودن 7.5 میلیون نمیتونیم. خط میخوره علیرضا جهانبخش 3600 پولش نداریم. خط میخوره علی قلی زاده، نه خط میخوره مهدی قادی 10 میلیون. اما قبل از اون بعد به دیدار کریستال پالاس میرفت. بازیکناشو که ترابیم. آقای مهدی خان. خب دفتر مدیر نامه آوردم. علی مهدی خان، مهدی خان نیستم، یه نامه محرمانه بعد خودشون بدم. پاسچی اومده میگه یه دونه نامه آوردم واسهتون، چیکار کنم؟ ردش کنم یعنی که نامه رو بگیرم؟ پاسچی؟ پاسچی نداشتیم ما اینجا. ردش کن برو داداش، بابا نیست، با واحد بغلی گواردیولا اینا. باشه مهدی خان، چش چش. ای بابا گواردیولا اون طرفه. خدافظ. ای 4.2 میلیون درخواست اومده واسه این. گومش کن بره بابا. 5.500 میلیون 6 میلیون واسه این درخواست اومده. گومشو برو داداش. 11 میلیون شد بودجمون. تیم جوانان درخواست اومده 300 خورده‌ای بده بره. 11.900. ای بابا گواردیولا نبودش. اینم که میگم واسه ما نیست، من واسه چیکار بکنم؟ آقای رمضان شما هستین؟ آقای نامه محرمانه دارم، یه احضاریه است از دادگاه. این احضاریه برای این طرفیه، واسه مهدی خانه. بگیم بیاد بگیره دیگه، اسم خودشو زده. بعد از دیدار کریستال پلاس میریم به دیدار مهدی خان. مهدی خان ببخشید. آه بابا نوی زر میزنیم مثلا ویدیو این زر زر مهدی خان تو کوف. آه این پاسچین هنوز نرفته، همجوری مونده، میگه با شما کار داره. گورش گور پون بگو بر سمت گواردیولا. کی ما رو میشناسه اینجا؟ آخه مهدی خان میگه که احضاریه دادگاه آورده به اسم شماست. احضاریه دادگاه؟ آره همون احضاریه دادگاه. بگو بیا ببینم. سلام علیکم آقا چی؟ سلام علیکم، روز خوبی داشته باش. سلام مهدی خان، آن شما خوبه؟ چطورین؟ ما همیشه شما رو تو تلویزیون میدیدیم، خوب هستین؟ این خدمت شما. دست در نکن آقا. بدونم چی اینجاست که متن مزخرف نوشته و سوریه دادگاه لیگ انگلستان. سلام علیکم شروع کرد عربا نفوذ کردن. بسم تعالی، ضمن سلام و عرض ادب خدمت مهدی خان بزرگ و کبیر، به دلیل نقض ماده مدنی 1360 خورده‌ای در قوانین باشگاه داری لیگ انگلستان، به دلیل نقض قوانین شراکت در مافیای فوتبال انگلستان توسط شخص مهدی خان و آوردن بازیکن غیر قانونی و جا زدن این بازیکن به عنوان بازیکن ایرانی و خرید بازیکن غیر مجاز، شما 3 روز دیگر فرصت دارید تا خود را به دادگاه مربوطه معرفی کنید. نیروی انتظامی انگلستان. ما شراکت تو مافیای فوتبال؟ من؟ آها گرفتم چی شد. بازی بعد کریستال پالاسه، بعد تاتنهام، بعد که ما با گواردیولا بازی. آها گرفتم. باشه این علکی فرستادی منو به درسونی. بدش کن آقا، بذار کنار. بدش کن آقا، این رفته علکی کپی گرفته. ول کن چی دارم تو من نفرس گور باباش. بدش کن آقا، داشتم زهر می‌زدم اصلا نفهمیدم چی می‌خواستیم بگیم. میریم به دیدار کریستال پالاس، بعدش میایم جهانبخش و قادی و یک کدومشو دائمی می‌خریم. بابا بازی کن، چرا اینجوری خسته این شما؟ حالا الله یا سیاد نشل ها با بازو بند کاپیتانی میره که در اولین بازی بعد از نیم فصل با این چهره زیبا در مقابل هواداران یه قرار بکیره که هواداری ما ان. اونجا الله یا سیاد نشل ها که در پارت قبلی خیلی درخشان کار نکرده بود، اومده در این پارت به درخش الله یار نفوذش پشت مدافعین الله یار سیاد نشل شوت الله یار گل زد. دقیقه 4 بازی
به به دقیقه 4 نجود درمده رو باز کردین نشون میده که کریستال پلاس من گواردیولا و تاتنهام هم با چی جلوی الله یار من و لغاز دلها چیزی نیستی. سانت رو سر باز کنند ما توب داره میاد به سمت وسط، بعد وسط رو پوشش بدیم شماره هفته چونی رو حرکت استثنایی میزنن اون پشت نادری کاملا خالی شده یه پاس چیپی زیبا خطرناک قن نادری حرکت میکنه اونجا سانتر نادری روی دروازه و غندی پور غندی پور زاهدی اونجا راه میندازه زاهدی الله یار دوباره خود جلوتر دهقانی نتونست بزنه گل رو. سانتر بلند روی سر بازیکنان ما بازیکنمون شماره 4 ضربه سر رو نزد ولی تونست جلوش رو بگیره. الله یار پشت همه باید حرکت کنه. الله یار الله یار الله یار توپ رو بگیر پاس الله یار پشت همه الله یار حرکت میکنه اونجا در سگ نیمه اول یک کاریشون نفت ولغاز نیمه دوم شروع میشه به آغاز در میاد ما صدای پرشور هواداران ولغازی در استادیوم آنها آقای محمدی خان شما اصلا کی گفت بری جلو ای ام افی تو الله یار سیادانش الله یار سیادانشو زدن خطا نگرفت آور خوش خالی میشه اونجا برو واسه گرفتن تو از حریف خلیل زاده من میگم دیشب سوباسا دیدم بچه ها تو خوابگاه واش 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 چه خبره چهار تا برگردون داشتیم توی ویدیو دقیقه 90 به اضافه آوری آفری میکشید درش و اینجا باید برسونیم به جلوتر که تمام کار با درخشش الله یار سید منش این بازی رو یک بر هیچ میبری اما این خوشحالی متی خان زود گذر بود و نمیدونست که اون طرف داره اتفاقای بدتری میفته. سرهنگ مظفری جانم سرگرد یک ماموریت بزرگ در پیش رو داری. بله قربان. مهدی خان سرمربی تازه وارد لیگ برتر شریک مافیای فوتبال شده. درسته. در اسرع وقت دستگیرش کن و به اینجا بیاور. اطاعت میشه. با این برد مهدی خان سوم میشه بالای گواردیولا ششم گواردیولا. مرزا مذاکره. وای دو تاشون ناموفق بوده. علی قلی‌زاده و جهانبخش دو تاشون گفتم ما نمیایم. پس میریم برای خرید دائمی مهدی قادی که هواداران به شدت درخواست کرده بودن 9 میلیون خوردن یه چشم 560 هزار تا سالیانه. اگه مهدی قادی با این رقم قرارداد نیاد یه فکر دیگه میکنم. آجی فکر کنم میاد. مهدی قادی چیزی نگفت جز ناموفق. اما بار دیگه به جهانبخش درخواست دائمی داد. سامان قدوس هم درخواست دائمی داد. قولی هم بگو بیاد. آخرین روز مذاکره و نقل و انتقالات. بابا بریم ماما. داداش دیگه قایدی و من پر کردم. خدا وکیل 11700. برو بابا اینا نمیان چرا؟ علیپور رو تا ته دارم پر میکنم نگاه کن تو رو خدا. علیپور میاد؟ علیپور داره میاد؟ این بار مذاکره با علیپور موفقیت آمیز بود و قرارداد رو بستیم. بله علیپور با 2 میلیون خورده ای به ولغاز میپیوند انتقال بزرگ در انگلستان. سعید عزت‌اللهی وای نیومد سعید. سامان قدوس قبول کرد. 5 میلیون میخواد سامان. عزت‌اللهی هم قبول کرد. گفته که یک نزدیک 1 میلیون بهم بده میام. سعید عزت‌اللهی هم قبول میکنیم و در کنارش سامان قدوس هم به تیم میپیوندد. و هنوزم 4 میلیون دارم. مذاکره با سامان قدوس، سعید عزت‌اللهی و علی علیپور این بار مثبت بود. و همراه با بازیکنای دیگه به تیم ولغاز ملحق شدن. سامان قدوس، سعید عزت‌اللهی و علی علیپور رو در ترکیب اصلی قرار دادیم. و تیم اوورال 80 میرسه. حالا با این ترکیب و با این بازیکن به دیدار تاتنهام بزرگ میریم. تاتنهامی که دوم جدول و ولغازی که فقط 2 امتیاز باش فاصله داره. اومدیم مکابیتانی الله یار سید منش با این هواداران زیبا که من بهتون قول داده بودم. هواداری گل میخرم واسهتون. بابا ما اینا رو بکشیم پایین صد بار دارم بهتون میگم دیگه. علی علیپور بالاخره تو بهش میرسه یکی زیبا اونجا انجام میده. داره اونجا رو بازیکن. دهخانی به سمت وسط‌تر قدوس یه دبل تاچ بعد بزنم اونجا کات بده قدوس. برو به خود هاش سامان توپ میرسه اونجا سامان قدوس به وسط‌تر میرسونه شهاب زاهدی الله یار سیاد منش خود زاهدی و حرکت میده حالا زاهدی کات زاهدی الله یار سیاد منش یه چرخ میزنه راه میندازه اونجا دهخانی قشنگ قصه ما رو حالا زاهدی پاس زیباش اونجا میده علیپور رفت واسه گلزنی علیپور نه سامان آقا دوست این دفعه میاد واسه سانت کشی روی دروازه لوریس حالا سوت وای مگه داریم حالا این بار اخباری اومد تا روحیه مضاعفی بده تا دوباره تیم برگرده. نیمه دوم تیم ما باید سر تا با حمله باشه بس میکشیم بلا. علی علیپور به جلوتر میرسونه اون زاهدی حالا تک به تک قدوس سامان تیر دروازه مگه میشه ای بگیرش می پدر رو دیگه یا حضرت عباس زاهدی به سمت چپتر سامان کیه توی دروازه حالا مهدی خان دست به تعویض میزنه تیم کامل جلو کشیده هیچی واسه از دست دادن نداریم فقط باید ببریم ما یا خود خدا یا خود خدا پاسو بده سامان بزن دروازه خالیه اوه یه مساوی شدیم ما کی اومده مهدی خان پلیس اومده ما رو برو برو زیر میز
نیستش مثلا اینکه شما لباس سبز به اینجا ببینن. این بابا کیه که تو سر صدا میکنه؟ بله بفرمایید. رئیست کجاست؟ شما کارتون چیه؟ وقت قبلی دارین؟ من سرهنگ انتظامی انگلستان هستم، اومدم برای بازداشت اینشون. کجاست؟ نمیبینمش. خواهیمش کردیم مثلا اینکه ها؟ مهدی خان نیستن ایشون. در هر صورت بهش بگو اگه دفعه بعد بیایم با حکم میایم، بعد از بعد کت بسته میبریمش جلوی همه مردم. چشم از من بهشون میگم چشم. ما همچنان سوای سایل از سوامیم، بازی دارم باهات. ما الان نمیتونیم دیگه، ما این لباس دارم تو ورزشگاه برم هم میرن. باید استتار کنیم. ها حالا به رنگ هواداران ولغاز میشم. بازی با گاردیولوس ساعت 12 ظهر بالاخره روز موعود فرا رسید. منچستری که 6 همه اوورال تیم به 81 رسیدن، بعد هالند تا جایی که میتونیم عزت الله نگه داره. با این ترکیب به جنگ گاردیولا میرم. ببین من توی تماشاشیان نشستم دقیقاً بالای گوش کن، دقیقاً بالای نیمکتی که بچهای خودمون نشستن. بهت اشاره کردم تاکتیکو عوض میکنی، اشاره کردم به تاکتیکو عوض میکنی، گاردیولا پدر سوخته است. لا اون روز موعود فرا رسیده بود که باید گواردیولا به سزای اعمال خود میرسید. بازی شروع میشه و در مقابل گواردیولا که بی احترامی کرده بود به بازیکنان و تیم ولغاز و مهدی خان بزرگ، که اما مهدی خان خودشو بخشیده بود ولی بی احترامی به بازیکناش. خیر گواردیولا فکرش هم نمیکرد که من بتونم تا اینجا کار پیش بیام و از دست پلیس فرار کنم، اما این کارو کردم و نمیذارم گل بخورم، نمیذارم. واسه بسیار زیبا روی پای الهیار سعید منش به دوسر میرسونیم. دهقانی زاهدی توپ رو گرفته اونجا، حالا سامان قدوس چیپشو دهقانی به وسطتر باید برسونه، سریع به وسط میرسونه اونجا فیلیپس. سعید منش میخواد بگیره که نمیتونه. علی پور توپ گیری میکنه، زد حمله رو میزنه علی پور، ها با چیپ توی دروازه. هی گل زدی. هاکتی که تو نیمه اول با برد فوجی سر میذارم گاردیولا رو. بیایم اخباریو بگو بزن، بگو همون حرفا رو بزنه، بگو همون حرفا رو بزنه. اخباری دهقانیو بکش بیرون، تو را بیو بیار تو. دیگه چیکار کنم مهدی خان؟ نادریو ببر بیرون، شماره 4 مون بیار تو. ایمیل اون به آغاز در خواهد آمد، یعنی آمد. حالا تو را بی به عنوان بازیکن تازه نفس اضافه میشه به تیم. به ما ستر بازیکن ما رسالم اونجا سیاد منچ تو خطر بگیری روش. سامان آقا دوست پوش تو برای رتبه تیر دوم رو را بندازه بچه های تیم ما رو. حالا سیاد منه چوپه رو باید میکاره. بوریا غفوری حرکتشو انجام داده، سانتره بوریا غفوری. حالا اونجا زاهدی هشه پنرتسک توی دروازه گل. پلیس اومد زایی نکو، اینکو بردار. اندی پور که به عنوان بازیکن تازه نفس اومده به داخل زمین، حالا را میندازه اونجا علی پور قندی پور. یه دونه دبل تاچ پات بزنه قندی، شوت تو بکن. اوه گل زد گواردیولا پدر سگ. تا 87 بازی چیزی نمونده تا شکست بزرگ گواردیولا کلاه بردار برسون به جلوتر. حرکت زیبای سیاد منش ما زده بشه اونجا اشتباه سیاد. وای بگیر فیلو بگیر واک موقع گل خورد. پدر سگ از قصد نداشت، پنجم شدم من بر اون پدرت. این از قصد نداشت من بغل تیمم باشم، کار خودشو کرد. با لیدز یونایتد بود ساعت یک بعد در بچه خودمون، در صورتی که لیدز 17 همه بعد ببریمش. سامان قدوس 5 روز واسه چی من سوبی تو سامان، در حالی که ناامیدی به سمت تیم ولغاز اومده بود باید هر جوری شده مقام سومو پس میگرفتن. آروم بکش بزن برس گل، بزن برس تو. حالا که سعید منش واسه علی امیدم اونجا به ترابی سرعت بالایی باید داشته باشه. ترابی یا علی مدد، بیا ترابی بیا بیرون، پاسو بده بیرون. آها مرد کلا یک بر هیچ ولغاز در دقیقه 44 رو بازی با درخشش علی پور جلو میفته و نیمه اول یک برش به نفع ما. مهدی خان چیکار کنم؟ وایسا غفوری رو بکش بیرون به جای شماره 4، مهرداد محمدی رو بیار برج علی پور. این نه مهرداد محمدی برج علی پور را میندازیم اونجا. شهاب زادی و تک به تک شهاب با دروازه پاس میده به الهیار، تیر دوم گل. قربونت برم داداش، قربونت شما برم. من مهدی خانم، درست همین سراش در نمیاد. اما مهدی خان خبر نداشت که کم کم داشت لو میرفت. راه میندازیم شهاب زاهدی الهیار رو راه میندازه الهیار. تمام دو برای هیچ رو میبریم. با درخشش کل تیم تونستیم بازی رو دو برای هیچ با گل علی پور و سعید منش ببریم. و حالا چهارم میاد بعد اف ای کاپ، یک چهارم نهایی اف ای کاپ. کریستال پالاس ما بازی میکنه، کریستال پالاسی که دهم جدوله. بله مردم
راضی بودن، گفتن علی پوری که اومده توی تیممون بیشتر از پولی که بابتش خرج شده ارزشمند بوده. بازی موفق او در این باشگاه در حال حاضر تیتر یک شبکه‌های اجتماعی و 93 کو فالوور رو برد مهدی خان. لانجا مشخص میشه که چه کسی به مرحله نیمه نهایی اف ای کاپ انگلستان راه پیدا می‌کنه. بعد از یا کریستال پالاس. عزت الله به سمت چپ میرسونه قندی پور، صیاد باید حرکت بکنه پشت همه، صیاد منش حرکت قشنگش. سانتو بکش صیاد به جلو، صیاد منش به جلو سر زاهدی به علی پور میرسونه. اونجا علی پور سرعت بالایی داره، میتونه بره واسه سانت کردن یانگ زمینی، ارسالشو بالاخره انجام بده روی دروازه حریف، یه سر توپ. حالا علی پور سانترش بی ثمره. اوش سف سفریم سف سفریم. به اخبار بگو بره تو کارش. مهدی خان مهدی خان مهدی خان کیو عوض کنم؟ زهری ماره مهدی خان پدر سه، همه فهمیدن اینجا. قندی پور رو ببر بیرون، بیا ترابی، جای ترابی رو با دهقانی عوض میکنی. خیمه زن نیار، اینم هم اینجوری خودم تمیز میکنم تا نیمه ای دابا مغاز میشود. چک پاس زیبا به الله یار سید منش پشت همه یک استوب بسیار جنگندگی به سمت داخل میاد. الله یار زدن، الله یار پاس، الله یار گل نشد، علی پور گل اولو به دلم رو میاره. مهدی خان مهدی خان گل زدیم. سهر مار بیشور اومد چیکار با این تمیزی ها؟ اومدی خانسی؟ بله بفرمایید. آقا بازاشتی بلند شو بابید، بلند شو بلند شو مطلب نگاه کنی کار داری بلند شو. احزاریه مگه علکی نبود؟ بلند شو وقت نداری مثلا بگی بری استعداد یا بیه بری استعداد یا بیه بگه خوب من جای مهدی خان بشینم. اینه که شما افتاده، اینم گذاشت واسه من نامشه. تیم نبستاشو در بیارم که مهدی خان نیست، وگرنه روحیه تیم ضعیف میشه. هر موقع اومدن خودشون میفهمن. پیلن سوخته آقای موری قبوله شما ندان مهدی خان بود میگفت صیاد منش بزنه، خودت بزن. خب باید اگه تیم ببازه مهدی خان میاد ناراحت میشه، این همه تلاش کرده باید تیم ببره. علی پا تو برای گرفتم اونجا تو رابی پاس رو میدم به تو رابی شوته داغه در مده تمام بردیم خدا رو شون. ای بابا آقای مهدی خس مدقب به مهدی خان بزرگ یا همون کبیر طبق ماده 1351 به دلیل ارتکاب جرم و شریک بودن در مافیای فوتبال، کلاهبرداری و رانت و رانت بازی و آوردن بازیکن ایرانی جای بازیکن خارجی و غالب کردن مهدی ترابی به عنوان یک بازیکن در تیم جوانان خود به مدت 10 روز بازداشت شده و این خبر پخش عمومی نخواهد شد. ببرینش. آقا من اشتباهی آوردین. به خود من اشتباهی آوردین آقا. آقا من اشتباهی آوردین آقا. دستم ول کن. دستم ول کن دارم بهت میگم ول کن. نمیدونم که مهدی خان چی داشته واسه من. ای وای علی پور مهدی خان نیست. بلاغاز رفت بالا و باز دوباره به منچستر سیتی میخوره در نیمه نهایی رقابت ها. ای وای بازی با لستر سیتی الان من چیکار کنم؟ سلام استادیاب، این نامه رو بعد از بازی با لیدز برای تو مینویسم. احتمال لو رفتن من خیلی زیاد شده. این نامه رو برای تو مینویسم تا بتونی در چند بازی که من نیستم تیم رو مدیریت کنی. توی کیچوی محل کارم 3 تا فرمول محرمانه گذاشتم. برای چند بازی که نیستم از هوش خود استفاده کن و تشخیص بده که کدوم فرمول باید برای کدوم بازی استفاده بشه. اگر فرمول اشتباهی و برای بازی اشتباهی انجام بدی تیممون به بدترین شکل میبازه. به امید روزی که آزاد بشم و برگردم. مهدی خان کبیر. خب این الان ستا فرمولشو چیکار کنم؟ این فرمول یکشه، این دوشه، این سم سهشه، الان کدوم واسه کدومه؟ خب الان بازی با لیزه، الان این صدا فرمونه، این فرمون 3 و دوم نمیدونم. اگه عقلانی حساب بخار بکنیم فرمول 1 باید واسه بازی ضعیف باشه دیگه. پس الان بازی ضعیفیم چون لید لستر 15 پس حتما این واسه اینه. حالا در نبود مهدی خان استعداد یاب باید طوری ترکیب و طبق فرمول 1 میچیند که تیم برنده بیرون بیاد. البته اگر فرمولا درست خونده باشه. ساعت 2 بعد از ظهر ورزشگاه کینگ پاور استادیوم. اونایا بهمون خونت بریم مالیو ببریم. سعید عزت اونایا به دامن تو میرسه. من آقا نوز میاد من رنگ گرفتن تو از مهاجمین مدافعی نمیدونم. وای میده با خالی شد. نادری به بوچونین. الهی رو را بدازین. الهی رو سمت راست حالا شد. وای جرمان رو ماس کردیم. خلان اکبر هیچ فکر کنم که فرمولو درست خوندم. الان که رفتن یاد بنده اشمادی رو به سمت راست میبره. اونجا علی پون یه دونه دریبل زیبا به جلوتر سامان قدوس نگرش دار سامان چوتش کن سامان. حالا مهدی خانه که توی بازداشت به سر میبرد باید از یه تلویزیون 15 اینچی بازی تیمشو از توی زندان نگاه میکرد. امیدن اونجا حالا اونجا سانتر انجام میده روی دروازه برمیگرده توپ به سامان به چوتش. سان روی دروازه ما خطرناکه نفکن نداری خدا شکر نمیاد
یکیش بردیم. مسئول جلوتر به سامان قاندوس، قاندوس به زاهدی، زاهدی کاردش بده برای تو گل خدا. را بنداز یا الله یار را پشت همه الله یار سیاد منه چک به چک بگو دروازه بان الله یار شوتر رو بزن الله یار دوی دروازه دوهی. نداری مرم تو ماش نداری ماک زنگ همه سر ماک. استعدادی ها فرمول اول درست تشخیص داد، اما حرکت بعدیش حرکت اشتباهی بود. خب دیگه فرمول رو یکی که استفاده کردیم، پس دیگه فکر کنم از این فرمول دیگه استفاده نباید بشه، پس مچالش کنم بندازم دو. آره دیگه میمونه این که هیچ اینو باید بندازیم بره، میمونه فرمول دو و فرمول سه. چهارم جدول وای مدیخان گو با سوم بشی. منچستر سیتی ولغاز اف سی ساعت سه بعد از ظهر بعد ولغاز با منچستری بازی میکرد که پنجم جدول بود. خب الان اگه بخوایم درجه بندی بکنیم فرمول دو باید بشه واسه منچستری که پنجم، فرمول سه باید بشه واسه لیورپول که از همه سخت‌تر اوله. خب تو فرمول دو مدیخان نوشته اگر ترکیب کاملا آماده بود در هر شرایطی نادری و ببر بیرون شماره چهار رو میار تو به چیز دیگه یه دقیق نزن چش. خب ترکیبی که کاملا آماده و جونداره پس نادری باید بره بیرون به جای شماره چهارمون. آه هشتون و چهار شده برال تیم. اینجا بود که استعداد به کمالات متیخان واقف شد. آفرین متیخان، آفرین. در ورزشگاه خود ولغاز باید دومین بازی خودش رو بدون حضور سرمربی شریف مهدی خان انجام میداد. من دیگه شروع کنم الله یارو سیاد بدنش خلطان چیزی که یادم به مهدی خان هی به هم میگم میگفت که حواست به آنتونی باشه، یعنی الان اونو ما باید بگیریم. وای داشت میگه حال میخوریم وای وای آنتونی اوه من گیرینش وای اونو خوردیم. سامان قدنوز کمک کن سامان الله یارو زدن الله یارو زدن سامان به کمک سامان سامان برو جلو آهدی پاس بده من الله یارو سگت باش الله یارو شوتر رو بزنید وانک خونم وانک نیمه اول یک سفرین. از اونجا که اصلا یا مخش کشید کنانی ها برد دیرون احسان حسینی ها وسط اضافه کرد و تورابی رو باز دوباره به جای سامان قدوس رو برد. علی علی پور علی پور چی پشت ای وای وای داره میدونم حمله میخوریم روی دروازه ما خطرناکه بگیرینش وای وای آنتونی وای گلم بزنین گلم بزنین گنگ من گنگ ای وای داریم خراب میکنیم وای خطر رو بگیر دامر نه. اشتباه استادیاب باعث شد تا این بازی برنده ای نداشته باشه. ای وای پنجم شدیم. چرا مهدی خان دو روز روی نیمکت حضور نداره؟ آیا مهدی خان دزدیده شده؟ ولغاز به دست چه کسی سپرده خواهد شد؟ آیا ولغاز جزء مافیای فوتباله؟ آیا سیاد منش بعد از مهدی خان تیم رو دست میگیره و توطئه او بوده برای تسخیر باشگاه که مهدی خان الان حضور نداره؟ با اینکه مهدی خان جزء اختلاسگرای انگلستان حساب میشه، آیا مهدی خان باز هم برمیگرده؟ هیچ پاسخی برای این سوال ها وجود نداره. خیلی خوب بریم سراغ فرمول اگر ولغاز این بازی رو نمی برد برای همیشه سهمیه چمپیونز لیگو از دست میداد. وای هوا مهالوده، مهدی خان همیشه میگفت تو هوای مهالود تخت میشه بازی کرد. وای زاهدی را بندازی زاهدی تک و تک زاهدی الله یار مشوتش کن نداری بگیرش نداری بگیرش داره میره نداری نداری بگیرش الله یار میام به کمک تیم نمیدونم باید چه کار کنن بده اصلا بده علی پور بده علی پور راش بنده داری پولا سرعت بالایی داره علی پور پاسشو بده اونیا غفوری به وسط میاره من جلوتر زاهدین رو چرا قشنگ قدر باید بگیرن ما رو کلا بشو تش واگی نه نه پره غفوری سات کن الله یار مشو تش وای تمام یک برشی میه بابا فما مارو الله یار سید مانه ایش پاسه رو میگیره خود برو خود الله یار پاسکاریه به چند دست زیبا مارو بریم الله یار استوم الله یار پاسه شو میده مارو دیگه تورابی اقل مگنه رو بجدا سراسه بلایی داره مهدی تورابی مهدی تورابی مارو مهدی آها مزنش مانگ نادری میافتن رو زمین خطر را کسن باید جلوشون نگر داریم تا نداریم که اولی به همون بزنن تورابی جلوتر الله یار تو پر گرفته حرکتش زاهدی میگیره یا نه. در این آباری استادیاب با تکنیک خودش درست کرده بود به نتیجه پیروزی میرسه. سلام مهدی خان بشین چند کلام صحبت باید بکنیم. مهدی پس ملقب به مهدی خان کبیر طبق تحقیقات ده روزه ما تبرئه شده و معلوم شد تمامی این بازی ها زیر سر فردی که شوکه
گواردیولا بوده. شما میتونید از همین الان کار خودتون رو با منصر اونم به لیگ انگلستان به صورت رسمی شروع کنید. بعدی خان آزادی. کات آقا کات، من گفتم یه بازیگر دیگه رو بریم برداریم بیاریم. ولش کن آقا. اما همچنان تیم پنجم جدول بود. ای سلام علیکم. سلام، من برگشتم. قربون شما. بریم واسه کار. ای بابا ای سلام علیکم، ما فرمایید. سلام چطوری؟ خوبی؟ آقا سلام، خرگی خوبی؟ آقا اینا که منو بدید دست در نکن. آها وای، خوب اومدی بالا. ولی جایگاه سوم از دست دادی دیگه. گواردیولا نباید از اون مسابقه میگرفتش. خوبم همگی خوبم. سر صدا نکنین. الله یار راست بیا از عقب اخماری واسط میندازه، همه واسط میندازن، فقط خودت میدی، همه تیم فقط واسه الله یار پاس میدین. همین تماشا تاکتیک همینه. حالا اومدم، ممنونم ازتون هوادارا، ممنونم از هوادارای ولاغازی که اومدن برای عیادت مهدی خان. پس از اذیت هایی که تونده شد مخلص شما، فقط میتونم بگم مخلص شما، فدای شما باشم. آقای سر ما این اینا نه همون قدرداره ما. حالا آقای گواردیولا، اونجا دو دو کردیم، کامبک زدی، ولی بازی ما فی کام نیمه نهایی خودم، اما خودت بیا. حالا مهدی خان برگشته تا انتقام اون چند روز نبودنش رو بگیر که گواردیولا میخواست تیم رو زمین بزنه، اما میخوام نشون بدم که به این راحتی این تیم زمین نمی خوره. حتی اگه خودم نباشم فرمولی دارم که بتونم تیم رو برنده از میدون بیارم بیرون. بشوتش بره تو گل. تموم کار. برو اینا. برو ببینم آقای زاهدی. پاس به آقای زاهدی. زاهدی به عقب‌تر. به الله یار و سیدونش باید برسونیم اونجا. الله یار یه دونه حرکت زیبا شوتش اومد بزنه. الله یار. اونو بی. الله یار دوباره توپ رو گرفته. اونجا زاهدی رو بعد راه بندازه رو به جلو. تر زاهدی پاسکاری‌های قشنگ. دهقانی زاهدی دوباره به وسط. تر زاهدی رو راه انداختیم دوباره. زاهدی تیر اول در آوردن. پاس رو می‌رسونیم اونورتر. حالا به عقب ترش. اونجا دهقانی بزن گل رو دیگه. بزنیم بزنو. یک فرشته می اول. نیمه دوم باید بهتر شروع بشه. الله یار. پوری غفوری بعد بگیره توپ از حریف. توپ رو میگیره اونجا. راه میندازه علی پور رو. علی پور وسط رو بعد راه بندازن. خلیل زاده بیا. نه چیز. نگرشدار کاتو بده خدا کاتو رو بلند باید دفش کنه خلیل زاده. ما شالا تموم کاری کاریشو بره. حالا مهدی خان با بازگشتش چهارم جدول رو به ارمغان میاره. ساعت یکی که مسابقه بسیار سخت داریم. آرسنال که سومه. آرسنال رو ببریم 100% سومیم و سهمیه چمپیونز لیگ ما رو خودمون کردیم. حالا آرسنال با ترس و لرز به دیدار ولغازی رفته بود که پس از برگشتن سرمربیش جونی مضاعف گرفته بود. خوریم چیکار میکنه اینا؟ بریم ببینم چیکار میکنه اینا. بودو میام الله یار. برمیگردیم تو دفاع. سامان قدوس بعد بیاد برای کمک کردن به تیم. برو عقب نذا پاس بده جلو. وای گفتم بهت پاس نده جلو. گفتم بهت یا نگفتم. بکش سمت راست. بکش قدوس بکشش. بزن ضربه سر رو. توت بلند اخباری اونجا ضربه سر. دوباره اونجا علیپور میرسونه. علیپور سرعت بالایی داره این بار. برو علیپور. تو رو خدا علیپور خرابش نکن. سخت شد. نادری پاس رو میده. خود نادری حرکت میکنه. آفسایدش. نادری بزن هدر. بزن هدر رو دیگه نادری. دیدم توش. نه بعد این بازی مساوی میشد. آره بلقا سخت و سختتر میشه. اما قبلش باید به دیدار منچستر سیتی بره. همه چیو بذارین کنار. فقط میریم واسه بازی با من سیتی. اما این ترکیب شما با اون ترکیب. و توی زمین خودت اومدم گواردیولا. توی زمین خودت با همین بچه‌هام شکستت میدم. جوری که نتونی سهمیه چمپیونز لیگ فصل بعدو بگیری، نتونی اف ای کاپ قهرمان بشی. هدو بزن نادری دارم بهت میگم. نره بیرون. این هالند پدر سگو داشته باش آخر همه وایساده. دارم بهت میگم. پاسو الله یار بده. الله یار چی پش کن تیرک نه کوچان توی دروازه. دقیقه 18 بازی شماره ده من کسی که قبر تو میکنه. تکرار کن اسمشو. الله یار سیاد منش. وای ببین هالند رو میزنیم ما. وای خدا گل زد بهمون. کامبک خوردیم. اساسو بگیر. برو نذا چرا تو بو تقدیمش کردی؟ علیپور برو بیرون ببینم. محمدی بیا تو. جواب زاهدی را میندازه سیاد منش. کارو تموم میکنه سیاد منش. بده پشت همه. برو بودو دیگه. آقای محمدی میلاد چیز مرداد. لب خط خالیه. وسط هم خالی کردی. الان میاد زرت میزنه تو گل ما. وای
وای وای وای وای وای شوت کرد، شوت کرد مون کلا. سامان بره بیرون، قندی بیا تو. واسه وسط‌تر اونجا قندی پور که اومده تا قند تیم رو تقویت بکنه. ببین هالندو نگهدار، هالندو نگهدار اونجا، هالندو نگهدار خطرناک داره میشه. هالندو نگهدار داره خطرناک میشه. هدر رو بزن کنانی. تمام میکنه کارو مون کلا. انتقام گرفته میشه و اینجا مهدی خان که پس از پاپوشایی که واسش درست کرده بودن، پس از زندان‌های کرفته بود، پس از نبودش انتقامش از گوردیولا میگیره. حالا ولاغاز با حذف گواردیولا به فینال اف ای کاپ میرسه. چلسی ولاغاز فینال. کار ولاغاز هنوز تموم نشده. ساعت 2 بعد رو با ولز بازی می‌کنه و سرنوشت خوشحال از این بابت. حالا ولاغاز پس انتقامش از گواردیولا باید برای سهمیه چمپیونز لیگ می‌جنگید. زاهدی گلش کن، زاهدی گلش کن. بار کلا زاهدی دقیقه 10 بازی. زاهدی حرکت میکنه، الهیار پاسشو میده، اشتباه اونجا الهیار سعید منش دوباره خودش توپ رو گرفته، از همونجا شوت میکنه الهیار. حرکتشو انجام میده، سی سر توپ از دهخانی، این حرکت زیبا. قدوس دلها، شوت قدوس. یک فرشتیم اول ما. تیم بسیار جنگنده. رفته برای دریدنه. خلیل 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 چیکار کردی خلیل؟ بزن بزن گلش کن ببینم. بونه کلا بهم میگن تیکی تاکا. میکنه دوباره یک میبره. این فرق من و گواردیولا اینه، تو دقیقه 90 من تلاش هم میکنم، تو دقیقه 90 تیم من بالا بود. حالا چهارم تا اینجا چهارم. تاتنهام و چلسی وایسین اومدن، فولام که 18 جدوله با ما 123 گفالور گرفتیم، گواردیولا زدیم. بلغاز مقابل فولام انتخابی جز برد نداشت. الله رو سید منش، الله رو سید منش، الله رو سید منش، الله رو دارن میزنن اونجا، الله رو دارن میزنن. کجا توپ نمیبینم، بزن بره تو گل. فقط برو کله شما رو یافتم. مهدی خان ایز بک. الله یار سعید منش را میندازه اون جلو. حالا شهاب زاهدی تیر دوم، باز هم نشد. نیمی اول یکیش. تاتنهام و چلسی کدومتون باید ببازین؟ خودتون با زبون خوش ببازین بهتر تا اینکه من بخوام بگم خیرتون رو بگیرم مثل گواردیولا. سمت چپ رو را میندازن. پریرا کیه؟ پریرا مورنگی سانتو میکشه روی تیر دوم. ماشاءالله 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 ماشاءالله. برو 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 دیگه بابا. یک بر هیچ مرده اقتدار رانه بلغاز با شهاب زاهدی. چهار رومیم. چرا هنوز آقا شما چرا نمیبازین اون بالا؟ مرتای متوالی بلغاز. ببین ما تاتنهام و چلسی هممون فقط تا سومی، فقط تاتنهام و چلسی به خاطر تفاضل گل بیشترشون بالا. ما نباید، ما فقط باید ببریم. فقط برد، فقط برد تکرار میشود. بزن بزن قدوس قدوس قدوس. باز دوباره اونجا نادری باید حرکت بکنه. حرکت نادری، باز دوباره ارسال. الله بابا کجا میزنی الله یا خدا؟ نمیشه نمیشه. سف سف شوتش کن الله یار دیگه بابا. بزن بزن تو گل دیگه، چرا نمیخوره؟ بزن 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 خدا وکیلی بزن. مرا کلا گفتم، گفتم باید یک کارنر گل بکنم، گفتم حقمه. شهاب زاهدی به قندی پور میرسونه. قند قندی پور اونجا سرعت قشنگی داره، سرعت قشنگی داره قندی پور. تیر دوم خدا. بزن 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 آقای احسان حسینی، بزن تکلو. نزار بره نزار بره نزار بره. گل خوردی. بزن بزن شوتش کن، شوتش کن دیگه بابا، شوتش کن. آفسایدی تو، آفساید بودی تو، نزدی خوب. بده اینور بده اینور، حالا بده اونور، بده خدا الله یار. بزن گلو ببینم. حالا بارو کلا. آخی آجی آجی آجی، حواس جمع باشه دیگه، حواس جمع باشه دیگه. تمومه تموم کار. این بازی هم با اقتدار کامل مهدی خان برنده میشه. دوم دوم رسیدم، حتی میتونم قهرمان بشم. 6 امتیاز میخوام تو قهرمانی. آقا من چند تا بازی رد کردم ولی سومش کنه قهرمانی. ولی الله یار سنمنش گفته این عنوان ماس ماس و میخوام برم با چلسی که بالاتر از ما ساعت 6 اف ای کاپ و اولین کاپمو به دست میارم. پس همینا ترکیب رو جابجا کرد تا به اورال دلخواهش برسه و نادری اوورد تو. حالا بلغاز با مهدی خان به فینال اف ای کاپ رسیده بود، جایی که میتونست اولین جام خودش رو بچشه. نصف بلغازی نصف چلسی. خطرناک میتونن باشن روی دروازه ما. اوه چه سر توپی، چه سر توپی پدر زد. ووج بگیره 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 بگیرش. نادری کجا داری میری آخه تو؟ وای 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 وای، بگیرینش بگیرینش. شهاب زاهدی پاسشو میده، انداختن رو زمین شهابو. سفتی می اول. بیا بیا دهخان، دهخان بده اینجا. الله یار علی پور
علی پور نداری ماشاءالله نداری ماشاءالله 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 حرکت کنین حرکت علی پور پاس بهش میرسونه سانتر بسیار بلند پشت همه مدافعین الهیار میتونه اونجا توپ گیری بکنه از بازیکنان حریف تمام نیمه اول وقت های اضافه پاس بسیار زیبا به علی پور پشت همه مدافعین پشت همه مدافعینی حرکت زیبا از علی پور به سمت داخل میاد علی پور شوتش شما بزن علی پور بزن این دیگه الهیار استوپش پنالتی اومد بگیره پنالتی اومد گرفتی خدا وکیلی باش وای پنالتی رو نگرفت واسه من رانیزادگان اونجا لوتر میرسونه حالا اونجا الهیار صیاد منش هم حضور داره میتونیم پاسکاریای قشنگتری اونجا ارائه بدیم بیاین الهیار شوتر رو بزن الهیار وای الهیار بازم تیر خطا واسه ماست اوه پنالتی کشی حالا اینجا ولقاز باید اخباری به کمکشون بیاد بزن پدر سگ پیر شیش بزن پدر سگ بزن باش من همون سم میزنم الله یار به همون سم احتمالا میگیره ولی زدم ماشاءالله یک ولقاز یا بگین کدوم سمت پرم دارم میگن این ور بپرم همین ور میپرم برکلا و نغازیان اما مهدی خان علی پور ترجیح میده که به همون سمت بزنه علی پور رو دقیقا به همون سمت چپ میزنه اون تیر دروازه ماشاءالله بعد از ما صبره با مهدی ترابی به سمت همون چپ میزنه و تیر دروازه واک مکی توری ببین این بار دیگه راست نمیزنه مطمئنم گفتم بهت سه تا پشت سر هم اخباری دلها یا حضرت عباس برکلا جام زاهدی یه دونه بالا اینو بگیریم کارشون تمامه چیلی ولو بگیری اخباری کارشون تمام اخباری گوش کن نندی پور جوان ترجیح میده ریسک کنه و به وسط بزنه یا اینکه به گوشه بزنه به گوشه میزنه نندی پور یا حضرت عباس خدایا تو رو خدا گوشه برکلا نندی پور مهدی خان اولین قهرمانش رو جشن میگیره اولین قهرمانی افکا با پس از مردن گواردیولا و درخشش اخباری جشن گرفته میشه خدا اخباری چی کار کردی با دده ما اخباری 4 تا بنالتی در مردن مهدی خان رو میندازم بالا و بعد قاضی ها مهدی خان رو میندازم بالا حالا کاپو اللهیان دلا میبره بالا مبارک باشه مبارک کل تیم بازی آخر رو گوش کن ما مساوی هم بکنیم رفتیم من میخوام رد کنم خدا شاهده دیگه انرژی ندارم ای دهنتون رو سومیم هنوز با این که باختیم همچنان سومیم و سهمیه رو گرفتیم آقای صیاد منش و شهاب زاهدی از ولقاز بهترین بازیکنان این فصل شدن صیاد منش با 20 گل آقای گل لیگ جزیره میشه امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید اگه لذت برید لایک و سابسکرایب بشین یوتیوب فراموش نشه فدا تا ویدیوهای بعدی